Thank you.
یعنی خود یاد اون کرده الهی از همه کرام دیگه متعالی‌تر و بالاتر. وظیفه داشتیم که چند دقیقه در روزای برنامه به نیابت از مدیران ارشد برای دوستان هم تبریک عرض بکنیم. ایام گذشته رو به همینطور که مردم عرض بکنیم حضور بدون روی جلسه که خدمتتون هستیم در حد 7-8 دقیقه خدمت شما یه مروری داشته باشیم راجع به کلیات مدل تعالی و آنچه که در پارسال رو گذشته و انشاءالله در سال آینده خواهد گذشت. اگر بخواهیم بدونیم که مفهوم تعالی چیه، در حال که منابع مختلف راجع به این صحبت های زیادی شده، ولی شاید در یک جمله بشه گفتش که سازمان متعالی سازمان است که مشتریان راضی، کارکنان راضی و خوشنود، محصولات خوب و فرایندهای منظم و مرتب و به حال سامانیافته داره. به عنوان ارجاع، وقتی دوستان ارجاع وارد یک سازمانی میشن، چند تا چیز بیشتر براشون مهم نیست که اینکه ببینن نتایج کلیدی سازمان به خوبی شکل گرفته، اونجا که شاخصهای مالی و غیر مالی داره خودش نشون میده، بکنیم که کارکنان با نشاط و به حال باحال و خوش با روحیه بالا دارن کار میکنن و مشتریان اون سازمان، حالا چه سازمان صنعتی باشه، خدماتی باشه یا بازرگانی باشه، دارن از منافع اون سازمان بهره مند میشن. من توی این قسمت زیاد توضیح خاصی خدمت دوستان نمیدم، چون درس بس میدم توی اون بخش که حالا مدرس محترم دوره هم هستن تماشاگرشون استفاده میکنن. تاریخچه مدل تعالی را اگر بخوایم ببینیم که از کجا شروع شد و ما الان کجای کار قرار داریم در سطح جهانی و در سطح ملی، جایزه ای بود تقریبا سال 1951 توی کشور ژاپن به نام جایزه امی شکل گرفت. پایه‌گذار در واقع این جایزه یا این مدل موارد و مفاهیمی بود که آقای دلیم به ژاپنی ها آمود، یواش یواش تسلطی پیدا کرد، به کشور امریکا وارد شد. تو سال 1987 جایزه به نام آلفون بالدریز شکل گرفت که بر اساس همون مدل ها و معیارهای تعالی بود و در نهایت در سال 1991 مدل اروپاییمون توسط اتحادیه اروپا به نام مدل EFQM به دنیا عرضه شد. اما چطوری وارد کشور ما شد؟ در سال 1378 یک سری مطالعاتی در واقع در بیشتر در حوزه وزارت صنایع و این مدل انجام شد. طراحی مدل EFQM سال 1380 کشور ما تقریبا نهایی شد و طرح موضوع شد در شورای بهره‌وری وزارت صنایع در سال 1381 و در سال 1382 اولین جایزه و نمایش متعاقب اون که همش تعالی سازمانی نام داره ایجاد شد و شکل گرفت. الان که سال 87 هستیم، همچنان این نمایش های تعالی و ارزیابی های تعالی ادامه داره که ما هم به زودی انشاءالله توی هفته آینده 14، 15 و 16 دی ماه ارزیابی خود رو خواهیم شد. اما ابعاد تعالی بر اساس مدل تعالی چیه؟ مدل تعالی 9 تا معیار داره که این 9 تا معیار بر اساس همون مفهوم ساده PDCA شکل گرفته. این مفهوم ساده پلن چک اکت هم در کل مدل هم در تمام معیارها و زیرمعیارها مدل قابل در لمس و قابل پیاده سازی و اجرا هست. یک مدل 1000 امتیازیه که سازمان ها بر اساس اون یک سال یک بار خودشون رو اظهار میکنن و مشخص میشه که هر سازمانی کجای کار در مسیر تعالی قرار گرفته. دستیابی به امتیاز 1000 که تقریبا میشه گفتش اگر مهار نباشه بسیار بسیار مشکل، بیشترین امتیازی رو که کشورهای اروپایی حالا اون شرکت های بزرگ اونجا تونستن کسب بکنن حدود 840 امتیازه که آخرین اطلاعی که من دارم از شرکت نوکیا هست. داخل کشور خودمون هم سال گذشته شرکت های مثل سایپا، ایران خودرو، ساپو، براسان اینها تونستن افتخار مبارکه که بالاترین سطح تعالی رو در سطح ملی کسب کنن. اما راه تعالی پارس خودرو از سال 85 شکل EFQM رو خودش گرفته. وقتی که اولین بار در واقع پارس خودرو خودش رو اظهار کرد برای جایزه تعالی گروه سایپا سال 86 هم این کار ادامه پیدا کرد و امسال سال 87 اولین سالی است که داره خودش رو اظهار میکنه برای بیرون از مجموعه گروه.
برای سطح ملی. متولی اجرای این جایزه در سطح ملی مؤسسه مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی که زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی کار میکنه، یعنی در واقع مجموعه وزارت صنایعی هست که سازمان‌های صنعتی رو تحت پوشش خودش میگیره. این مدل از پارسال و شاید از سال قبل یواش یواش وارد شد به عرصه خدمات و بازرگانی و جاهای غیر صنعتی. الان بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و خیلی از جاهایی که نمیشه گفت صنعتی هستن از این مدل دارن که برای کار خودشون دارن استفاده می‌کنن. اگر ما بخوایم یک هدف گذاری کمی در مسیر تعالی پارسال رو داشته باشیم، شاید بشه اینطوری گفت ما تو سال 85 وقتی اولین بار خودمون رو اظهار کردیم برای سطح گروه به یک امتیاز حدود 250 دستیابی پیدا کردیم از مجموع 1000 امتیاز. تو سال 86 سال قبل این تقریبا به 350 رسید که عنوان خوش‌قیافه‌ترین شرکت رو در سطح گروه به خودمون اختصاص دادیم که عنوان خوب و قابل تحمل و قابل توجه بود. اما سال 87 الان پیش روی ماست. تو سال 87 انشاءالله اگر بتونیم 400 امتیاز، یعنی 50 تا بالاتر از امتیاز سال قبل در سطح گروه کسب کنیم و بتونیم امتیاز 350 رو در سطح ملی به دست بیاریم، به نظر میاد که امتیاز خوب و گرید قابل قبولی باشه. اما تو سال 85 بتونیم این روند تعالی رو که امتیازاتمون بهبود بدیم، که البته کار و تلاش زیادی میخواد، پروژه های بهبودی رو میخواد که در سطح سازمان پیاده بشه، همت و مشارکت و همفکری همه سازمان رو میخواد. و انشاءالله بتونیم تو سال 88 400 امتیاز در سطح ملی و 450 امتیاز در سطح گروه بدیم. همه میدونیم که از امتیاز 450 به بالا سطح تندیس ها شروع میشه، یعنی شرکتی که بخواد تندیس بگیره که البته تندیس هم تندیس بلوگین هست، باید حداقل امتیازش کف امتیازش 450 امتیاز باشه. اما تو سال 87 سالی که درش قرار داریم، چه کارهایی رو ما الان داریم انجام میدیم برای اینکه در مسیر تعالی بهتر قرار بگیریم؟ همین حضور ما برای اولین بار در فرآیند جایزه ملی یه کاری بود که تو سال 87 شکل گرفت. همینطور امسال ما سومین حضورمون رو در فرآیند ارزیابی روسایپا خواهیم داشت. میزبانی تور تعالی رو که توسط مؤسسه مطالعات انجام میشه تقبل کرده شرکت پارسپورت رو، که بیان از سیستم های در واقع متعالی و بهینه شرکت پارسپورت رو که چارچوب خاصی که برنامه منظم است در مؤسسه مطالعات بیان بازدید بکنن. پیگیری تصویب و برنامه‌ریزی پروژه های بهبود تعالی رو داشتیم در شورای معاونین که مدت چند ماهی خاموش مونده بود، اینها رو به جریان انداختیم. بعضیش تصویب شده، مرحله جمع‌آوری اطلاعات تیم بندی پروژه ها و اجرای پروژه ها و زمان‌بندی پروژه ها هستیم و در این مشاهده به سرعت تصویب بکنیم. نامگذاری هفته قبل از ارزیابی به نام هفته تعالی رو داریم. انشاءالله از شنبه صبح رادیو پارس مصاحبه های منظمی رو هر روز صبح در چارچوب تعالی خواهد داشت. محور در واقع صحبت های رادیو پارس برای جمع 6500 نفری 6500 نفری پارس خود رو در چارچوب تعالی و هفته تعالی خواهد بود. چرا اسم هفته تعالی گذاشتیم؟ چون یک پیش ارزیابی تو هفته آینده خواهیم داشت و یک ارزیابی هم سه روز هفته بعدش، یعنی شنبه و یک شنبه و دوشنبه هفته آینده. تشکیل و فعالسازی کمیته اجرایی تعالی رو انجام دادیم از دو هفته قبل. مدیریت سیستم ها، مدیریت ارتباط و مدیریت استراتژیک سه بخش بودن که اعضاشون در واقع گرده هم اومدن و مثلا یک انسجام رو خودشون بدن برای اینکه برنامه‌ریزی اجرایی بکنن برای این دو سه هفته که یه فرصتی هست که به زمان ارزیابی شده برسه. و فعالسازی کانال‌های ارتباطی و اطلاع رسانی سمت شرکت، یعنی هماهنگی خوب بین در واقع بخش تعالی سازمان و بخش ارتباطات انجام شده. انشاءالله اثراتش رو توی چند روز آینده بزرگ در سطح شرکت همان احساس خواهیم کرد. اما تو سال 88 توی سال آینده چه کارهایی رو انجام بدیم به اون سطح امتیازی که تارگت کردیم میتونیم برسیم؟ ما اگر تمرکز بکنیم روی پروژه های بهبود، امید زیادی هست که اون سطح تعالی که 88 مد نظر رو دست پیدا بکنیم. دلیلش هم اینه که بهبود چیز تصادفی نیست، حتما باید بلند داشته باشه، قبلش پروژه های انجام بشه، قبلش نقاط ضعف سازمان رو پیش‌شناسایی بشه، فوکوس بشه روی اون نقاط
و سازمان بتونه به سطح بالاتری از تعالی دست بیاره. برنامه دیگر سال 88 در محور تعالی مد نظر رسم شرداد تمرکز بر محور سبک رهبری و فرهنگ سازمان. همین جلسات بازبینی سبک رهبری که آغاز شده، اولین جلسهش پشت سر گذاشتیم و دومین جلسهش هم یک شنبه دو سه روز آینده میشه. پیش رو داریم برای حوزه معاونت برنامه‌ریزی. همین جلساتی است که به بهبود فرهنگ سازمانی و سبک رهبری سازمانی کمک خواهد کرد. بازآموزی و گردبندی همکاران تحصیلگر در حوزه‌های مختلف برنامه داریم. برقراری رابطه نزدیکتر با مؤسسه مطالعات در ارتقای سطح تعالی سازمانی مد نظر جلساتی هم با دوستان داشتیم. برنامه‌هایی هم تعریف کردیم که انشاءالله اجرا میشه. حضور برنامه‌ریزی شده در نمایشگاه فصلی و تورهای تعالی انشاءالله سال 88 هم ادامه پیدا خواهد کرد و توسعه و اتصال مدل به مبانی استراتژی شرکت هم مد نظر در جای جای مدل در هر محتوا معیار و در اغلب زیرمعیارها ردپای استراتژی و استراتژی‌های شرکت در مدل دیده میشه. اما اگه بتونیم تو پاسپورت اینا رو هم متصل بکنیم کار بسیار بزرگی انجام شد. به عنوان آخرین اسلاید عرض بکنم که مهمترین رخدادهای پیشروی ما به این چند روز آینده چه خواهد. امروز 5 دی ماه برگزاری کارگاه آمادگی ارزیابی رو پشت سر خواهیم گذاشت. یک پیش ارزیابی 3 روزه در روزهای نهم، دهم و یازدهم دی ماه خواهیم داشت که توی هفته آینده میشه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه. برنامه زمان‌بندیش با کمک همکارانم و کمیته اجرایی تعالی استخراج شده. انشاءالله برای همه ارسال خواهد شد و همون برنامه هم جلو بود. ارزیابی توسط ارزیابان مؤسسه مطالعات سازمان ابلاغ شده زمانش. 50 محور رو که در داخل همین جزئی که در اختیار دوستان قرار گرفته آوردیم، اونها به ما اعلام کردن که بر اساس این 50 تا محور میایم سازمانتون رو مورد بررسی و ارزیابی قرار میدیم. زمان ارزیابی هم 14، 15 و 16 دی ماه خواهد. یک ارزیابی هم توسط ارزیابان گروه پیش رو داریم که به احتمال زیاد هفته اول یا دوم بهمن ماه خواهد. اما یک نکته در واقع جا داره که عرض بکنم، یکی تشکر از دوستانی که قبلا زحمت کشیدن این مردمهای تعالی رو پاسپورت رو گذاشتن. همکاران که الان ممکن تو پاسپورت هم نباشن، ما را هم اونها رو انشاءالله ادامه میدیم و تکمیل میکنیم. و نکته بعدی این که تعالی چیزیست که مربوط به یک گروه خاص، به یک دپارتمان خاص، به یک مدیریت خاص، به یک واحد خاص نیست. یک سازمان وقتی متعالیه که تک تک اعضای اون سازمان متعالی فکر کنن، تعالی رو باور کنن و در مسیر تعالی قدم بردن و حاضر باشن برای تعالی وقت و انرژی بذارن. در این صورت سازمان متعالی میشه. اگر اینطور نباشه اصلا صحبت کردن از تعالی صحبت بیهوده ای خواهد. عنوان عرض بعدی تمام شد. فقط یه اسلاید من دارم که اسلاید شاید جالبی باشه. همه این کارا رو کردیم. امتیاز 500 و 600 و 700 و 808 هم گرفتیم. اما نمودش خودش رو کجا نشون میده؟ ما گفتیم فرهنگ سازمانی، گفتیم سبک رهبری سازمانی. این مطلب رو یه مرور کوتاه خواهم بکنیم. بعد از یه عکس زیر از دفتر گروه مدیر گروه معماری دانشگاه تهران گرفته، یادداشت‌های روی طرح را بخوانم. حالا بزرگ کردم گفته قابل توجه کلیه دانشجویان محترم معماری، خواهشمند است برای انجام هر گونه کار اداری و رسیدگی به کلیه درخواست‌ها به دفتر گروه آقای ایکس مراجعه نموده و از هر گونه مراجعه مستقیم به دفتر مدیریت گروه جدن خودداری نمایید. پاسخ درخواست‌ها فقط از دفتر گروه گرفته شده. خب این گروه معماری بود ما دانشگاه تهران. اما یک خورده پایین‌تر میگه این دو عکس از دفتر مدیریت دانشگاه توکیو گرفته شده تو ژاپن. روی دستگیره در این جمله ژاپنی نوشته شده، گفته که نو ناکینگ پلیز کام، اصلا در زدن لازم نیست.
دفتر مدیر گروه رو بدون در زدن میتونید وارد بشید و کارتون رو انجام. اگر بخوام نمود این رو ببینیم که یک سازمانی که متعایه یا که کشور توسعه یافته داره مسیر تعادل طی میکنه چه شکلی خواهد شد در انتها، همین مثال ها و همین مثال هاست، چیز دیگه ای نیست. احترام به مشتری، احترام به ارباب وجود، احترام به کارکنان، محصولاتی که به ارباب به نحو مطلوب داره تولید میشه و در نهایت همه اینا چون تو چارچوب بیزینس قرار گرفته و رشد رو در واقع بهره‌وری سازمان و سود سازمان کمک کنه، همه اینا چه هدف تعالی سازمان. خیلی متشکرم. خانم ها و آقای محترم، توفیقی است برای بنده که امروز خدمت شما هستم و امیدواریم که نحوه به نحو مؤثر بتونیم برنامه‌ای که پیش بینی شده در طی روز در حقیقت در روز جاری بتونیم با هم مرور کنیم. برنامه مفصلی تدارک شده و هر حال دوستان زحمات زیادی رو کشیدن، امیدواریم که با مشارکت فعال شما عزیزان بتونیم این برنامه رو به نفع اثر بخش پیاده سازی کنیم و موفق بشیم آنچه که پیش بینی شده انجام بدیم. شأن این جلسه رو شاید بد نباشه من خدمت شما ابتدا توضیح بدم، بعد وارد جزئیات و ریز کارم بشیم. همونطور که اشاره شد، در حقیقت در چند روز آینده سازمان شما در معرض یک ارزیابی بیرونی است و به واقع بکنم اولین باری است که در سطح جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی سازمان شما قرار داره که در حقیقت همراه با بیش از 100 اندی شرکت در این مسابقه به واقع مسابقه تعالی سازمانی حضور پیدا کنه و اون سرودی هم که در حقیقت مشاهده فرمودید سرود جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی است که هر سال در اسفند ماه این سرود پخش میشه و شرکت‌های برتر در طی مراسم بسیار مفصلی معرفی میشن و همونطور که اشاره شد امسال ششمین دوره از برگزاری این در حقیقت برنامه تعالی سازمانی این مسابقاتی است که در سطح کشور انجام میشه و روز به روز هم تعداد شرکت‌های متقاضی داره بیشتر میشه. هر سال ما با یه رشد 20% مواجه هستیم و خوشبختانه از سال گذشته این مدل تعمیم پیدا کرده و سایر بخش‌های کشور رو هم از جمله بخش دانشگاه، بخش آموزش و دانشگاه‌ها، بخش سلامت و بهداشت و درمان، بخش‌های پابلیک و عمومی، بخش‌های مهندسی و خدمات و همینطور واحدهای تولیدی هم که از قبل بودن. خوشبختانه الان در سطح کشور با اقبال بسیار گسترده واحدهای خدماتی و تولیدی و مهندسی و آموزشی مواجه شده و همه هم سعی می‌کنن تو این رقابت حضور پررنگی داشته باشن، چرا که به هر حال هم تو که تو اسلایدی که جناب مهندس میرعرب اشاره فرمودن سابقه این بحث در دنیا بیش از 60 سال هست و هنوز هم در این کشورها شرکت‌ها خیلی خلاصه با اشتیاق و با علاقه و با شور و شوق تو این فرآیند شرکت می‌کنن. در کشور ما تازه امسال وارد ششمین سال شدیم، یعنی به هر حال چند دهه فاصله است تا به هر حال با وضعیت فعلی شرکت‌ها تو کشورها خودمونتون مقایسه کنیم. توی همین 6 سال اخیر روندی که ما مشاهده کردیم بر اساس همین امتیازی که حاصل شده نشون میده که بسیار تونسته اثر بذاره به کارگیری مدل و شرکت‌ها تونستن از ابعاد مختلف در حقیقت یک رشد بسیار مطلوبی رو در طی سال‌های همین چند سال اخیر داشته باشن و رقابت هم خیلی گسترده و خیلی خوب به هر حال داره انجام میشه و سازمان شما هم در اون گروه سایپا همیشه حضور داشته و موفق بوده، ولی در سطح جایزه ملی اولین بار هست امسال که در این سطح در سطح تندیس اینم به هر حال یک گام بلندی است که به هر حال سازمان شما تارگت خیلی به هر حال یه جورایی میشه گفت که تارگت بلند و بلند پروازانه است به هر حال، چون یک باره شما این چند پله رو می‌خواید طی کنیم و تارگت 350 به بالا رو هم پیش بینی کردیم که نشون میده سازمان میل و اشتیاق بسیار زیادی رو به هر حال داره. کارهای خیلی خوبی انجام شده اونچه که من دیدم، واقعا زحمات زیادی توسط شما دوستان عزیز کشیده شده. حالا قرار هست که در طی چند روز ارزیابی در محل بتوانیم از این به هر حال مستندی که ارائه شده به نام اظهارنامه
و کل سازمان در این مجموعه 100 صفحه در حقیقت پرزنت شده، همه ما بتونیم به نفع مطلوب و اثر بخش از این مستند دفاع کنیم و آنچه را که ارائه شده بتونیم در عمل مصادیقی رو برای اثبات اون نشون بدیم. این کاری که امروز ما اینجا جلسه داریم، الان در همه سازمان‌ها هر روز این بحث‌ها هست، هر روز مدیران ارشد، مدیران میانی، تسهیلگران، تمام کارکنان دور هم جمع میشن و این مباحث رو هم دیگه مرور میکنن و به هر حال سعی میکنن یه آمادگی رو برای این فرآیند در حقیقت در خودشون ایجاد کنن. برنامه که امروز هست در حقیقت کسب آمادگی برای اون ارزیابی بیرونی است. همونطور که میدونین مدل تعالی سازمانی دو کاربرد عمده داره. یکی از این کاربردها درون سازمانی است و برای این است که سازمان خودش رو به طور مستمر ارزیابی کنه، توتال کوالیتی منیجمنت، از طریق ارزیابی مستمر سال یک باری ارزیابی انجام بشه، گپ‌ها و فاصله ها بر اساس اون تارگت مشخص بشه، برای یک سری برنامه پروژه بهبود شکل بگیره، اجرا بشه، دوباره ارزیابی انجام بشه، همون لوپی که هممون آشنا است. این یکی از اهداف عمده و اصلی در حقیقت مدل‌های تعالی سازمانی همین مقوله است که اشاره کردم. مدل هدف دومی رو این مدل در حقیقت تعریف می‌کنه و اونم حضور در همین رقابت‌ها و ارزیابی‌های بیرونیه. یه جورایی مثل لیگ در حقیقت لیگ فوتبال، لیگ‌های مسابقاتی که در سطح ملی تشکیل میشه، میگن هر چقدر این لیگا قوی‌تر باشه و ساختاریافته‌تر و منظم‌تر انجام بشه، اون تیم ملی هم قوی‌تره. این لیگ هم این مسابقات شرکت هم یه جور کشه به اون تشبیه کرد، هر چقدر قویتر و پررنگتر اینا حضور پیدا کنن، بالاخره برایند این و خروجی این منجر میشه به یک محصول بی‌نقص، منجر میشه به یک رضایت مشتری، سهم بیشتری از بازار داخل و همینطور بازارهای خارجی. یعنی شرکت ها موفق میشن با رقبای خودشون هم در سطح ملی بهرا بین‌المللی بتونن یک چالش چیزی داشته باشن، اثر بخشی داشته باشن و سهم بهتری از اون بازار رو دنبال کنن. بنابراین هدفی که دنبال میشه در عرض کنم رقابت های درون ملی بیشتر ارتقاء سطح کمی و کیفی و بهره‌وری بنگاه های اقتصادی و خدماتی است. پس امروز در واقع ما داریم این آمادگی رو به دست میاریم که در اون رقابت بیرونی بتونیم جایگاه مطلوب رو انشاءالله به دست بیاریم. برنامه که پیش بینی شده این است که ما تمرکزی داشته باشیم ویژه روی اظهارنامه، تیم‌هایی رو در حقیقت قبل شکل گرفته تو سازمان، روده 8 تیم قبلا شکل گرفته، تیم حالا تیم‌های مختلف که اعلام خواهیم کرد، دوستان در قالب اون تیم‌ها متمرکز میشن روی اظهارنامه و مواردی رو باستی مرور کنن که حالا خواهم گفت و بعد هم ارائه به جمع. منتها قبل از اون که حالا واردمون دیتیل چگونگی انجام کار بشیم، شاید بد نباشه من این مرور خیلی فشرده و سریع داشته باشم روی خود مدل و روی ابزار اندازه‌گیری تا شما یه مقدار خیلی بیشتری، قطعا آشنایی همه دوستان کامل هست، متو یک بار مرور بشه، یادآوری بشه تا در حقیقت این آمادگی کامل وجود داشته باشه که بتونیم به راحتی مدل اون بخشای مربوط به خودمون رو بتونیم به اصطلاح ارزیابی کنیم و تو جمع ارائه بدیم. من حالا شاید دیگه لازم نباشه از اسلاید رو استفاده کنم، ولی خیلی به هر حال متمرکز اگه بخوایم به هر حال موضوع رو دنبال کنیم، همونطور که میدونین مدل تعالی سازمانی بر 8 ارزش بنیادین و محوری استواره. دوستان هر ارزش رو آشنا هستن؟ کسی میتونه نکته در این رابطه از این 8 ارزش، مهمترین این ارزش ها به کسی میتونه در حقیقت یادآور بشه به همه ما؟ این 8 ارزشی که به هر حال خیلی روش تاکید هست و چکیده رفتار بنگاه ها با آدم های موفق واقعا دنیا جمع شده در این 8 ارزش، از عزیزان کسی میتونه یکی از مهماش نام ببره؟ جان رهبری، آقای من بگید فرایندها، مرسی دیگه، کارکنان، نتیجه گرایی دیگه، مشتری. شاید واقعا مهمترینش که به عنوان یک ارزش بنیادی نمیشه روش تاکید هست، مشتری محوری است و مشتری مداری است که سازمان ها میبایستی تلاش کنن این ارزش رو در سطوح و در گستری سازمان، در اعماق سازمان تا ردهای پایین جاری کنن. و همین علت هم هست یک معیاری در مدل تعریف شده به نام نتیجه مشتری و به عنوان کاستمر ریزالت که 200 امتیاز از این 1000 امتیازی که اشاره شد فقط اختصاص به ارزیابی همین مشتری محوری داره. یعنی یه ارزشی است به نام مشتری محوری در قالب
عرض کنم یک معیاری در مدل میاد ارزیابی میشه و 200 امتیاز رو به خودش اختصاص میده. بعد نیست خدمت رو میگم که تو کشور موفقی که الان و شرکت های موفقی که این مدل رو جاری کردن، بعد نیست بدونی که حد اکثر امتیازی که در این رابطه به دست اومده حدس میزنی چند باشه؟ تو همون شرکت 800 امتیازی در اروپا از 200 بالای قطعا بالای سر حالا من از خلاش قطعا بالای سر بله حدوداً 100 و یعنی دقیقاً 154 یعنی بالاتر نشون میده چقدر سخته رسیدن به امتیاز 200 کار هر سازمانی واقعا نیست و در ایران و متوسط اروپا یه چیز حدود 94 هست یعنی در اروپا ما متوسط امتیازی که داریم 94 و در ایران بالاترین امتیاز ما هلوش 90 بالاترین امتیازی که تو همین چند شرکت میگفتیم یکیشون در حقیقت از همه بالاتر از تو امتیاز مشتری تقریبا یه خورده به 90 هم نمیرسه حقیقتش یعنی بهترین سازمان ما زیر متوسط به صلاح شرکت اروپایی است. این نشون میده که کار بسیار سخت و راه مرحال دشواری است، راحتی نمیشه این رو. لذا پس یکی از معیارها و بعد از خدمتون بگم که در گذشته خیلی سازمان‌ها میدونید دیگه مدل داره دو قسمته. این دو قسمت رو میتونن دوستان نام ببرند؟ من نمیخوام حالا خیلی تیتوار و کلاسیکی رو دنبال کنم، شما هم خسته بشین میگیم بابا دوباره برای دهمین بار ما اینا رو شنیدیم، دوباره داره میاد برای ما میگه. نه یه مقدار با هم دیگه مرور کنیم و سریع بریم جلو. دو قسمت داریم مدل. اینا سوال میشه ها، اینا که عرض میکنم یه جورایی مورد پرسش واقع میشه. بخشی از ارزیابی جمع هست میبرم همین موارد هست. دو قسمت هست. درود بر شما. توان منساز هم موتورهای محرک سازمانه. در حقیقت هوا رو در نظر بگیریم، در حقیقت یک سری توربینی هست، این موتور در حقیقت موتور و توربین هوا که این هوا رو به پرواز در میاره. این توربین ها هستن که هواپیما رو از جا میکنن و اوج میده به هواپیما ها. حالا اینا توانمندساز ها و محرک ها و درایور های اون هواپیما هست و همینطور سازمان هست، مثل سازمان. این هواپیما در درون کابین که شما میرین انواع و اقسام گیج ها، عقربه ها و شاخص های اونجا در قالب سری گیج گذاشته شده که مرتب باید اینا مانیتور بشه و مرتب باید اینا اندازه گیری بشه تا اون برها خلبان پی ببره که وضعیت حرکت به صلاح هواپا چگونه است، دور موتور چگونه است، درجه حرارت چگونه است، ارتفاع چگونه است. اگه این شاخص ها نداشته باشه قطعا این هواپیما شاید با ریسک بالایی به مقصد برسه. کما اینکه تک تک ما امروز از اون مسیری که داشتیم به مقصدی که اینجا هست رسیدیم، اگه با اتومبیل خود اومدیم مرتب یک سری گیج و عقربه رو روی داشبورد خود رو مانیتور کردیم تا از کم و کیف این رانندگی خودمون و فرایند حرکت خودمون اطمینان پیدا کنیم و با ریسک کمتری به اینجا برسیم. سازمان هم دقیقاً همین گونه. یک سری توانمندسازها موتور و درایور و محرک دارن که این سازمان رو به جلو میبره و یک سری شاخص های باید وجود داشته باشه که مرتب رو اون داشبورد سازمان، اون پنلی که سازمان برای خودش تعریف میکنه، اینا رو مرتب مانیتور کنه. یکی از اون مهمترین شاخص هایی که رو اون داشبورد باید وجود داشته باشه کدوم شاخصه؟ تو نتایج باید مانیتور کنه. مهمترینش شاخص های مربوط به مشتریه که همون 200 امتیازی که اشاره کردم، یعنی اونا به ما آلارم میدن الان وضعیت چگونه است، رضایت بالاست، رضایت پایینه، مرتب نظرسنجی میشه و از طریق نظرسنجی این هشدارها به سازمان داده میشه که وضعیت آیا مطلوب کیفیت بالایی ما داریم، کیفیت اون پایین هست، شکایات بالا هست، شکایت پایینه، مرتب به ما آلارم داده میشه. پس رو گیج مشتری است که سازمان پی میبره که کم و کیفی کارش چگونه است. پس همونطور که اشاره کردم یکی از ارزش‌ها مشتری محوری است و در رابطه با اون ارزش این گیج 200 امتیازی مشتری نصب شده تو اون کابین تا ما این رو دقیق مانیتور کنیم. خود این داره دو قسمته. خود همین 200 امتیاز در واقع یه تیکه‌شون بحث‌های نظرسنجیه که بیشترین در حقیقت و مساوایی که با مشتریان انجام میشه که اولش 150 امتیاز به اون تعلق میگیره فقط و 50 امتیاز همون بحث‌های عملکردی سازمانه. همونطور که گفتم ما تو این زمینه مشکل داریم. حدود شاید سال 80-81 ما 34 شرکت رو ارزیابی کردیم. شرکت‌های بزرگ کشور تو اون حوزه بودن. بالاتر امتیازی که ما تو حوزه مشتری داشتیم حدس می‌زنید چند باشه؟ سال 80-81
26. این نشون میده واقعا در سال 80-81 بحث رضایت مشتری، توجه مشتری بسیار بسیار به سر ضعیف بوده. ولی تا این سالها واقعا رشد کرده و الان هم تو گفتم متوسط بهترین ما هولوش 90 است. خب یه تعداد ما همونطور که گفتیم ارزش محوری داریم. یکیش مشتری محوری، یکی دیگه از دوستان اشاره کردن بحث کارکنان. واقعیت همینه که کارکنان شاید یکی از اون در حال موتورهای محرک و مهمترین موتور محرک سازمان هست و بعد سازمان ها به اون توجه ویژه داشته باشن و به همین علت هم هست که از این 1000 امتیاز 180 امتیاز به این اختصاص داده شده. یعنی 90 امتیاز گذاشتن برای اینکه چقدر این سیستم خوب کار میکنه، سیستم های منابع انسانی، و 90 هم اون تو اون گیج گذاشتن که اون اندازه گیری کنه که آیا این به اصطلاح برنامه‌ای که تدارک دیدن آیا به هدف سازمان رو رسونده، آیا رضایت کامل شده، تأمین شده یا نه. بنابراین یکی دیگه از اونها اونه که همه ما هم در ساعت سازمان یه جوری با این کارکنان سر کار بودیم. یکی دیگه از موارد چی بود غیر از این دوتا ارزش محوری؟ جامعه. یکی دیگه از ارزش‌های محوری جامعه است که در مدل تحت عنوان اگه دوستان بعد نیست یادداشت کنن همراه با من اینا رو، برای که یاد چه ممونه. چرا؟ چون ما میخواییم تمام صحبتاتون توی ارزیابی که انجام میشه حول این 8 محور باشه. یعنی بحثایی که میکنین تو حوزه خودتون، تو حوزه‌ای که گزارش‌دهی دارین تو ارزیابی، با این 8 محور این گزارشات رو همراه کن. پس اولی مشتری محوری بود، دوستان لطف کنن یادداشت کنن. دومی توسعه کارکنان، مشارکت اونها و توسعه کارکنان و مشارکت اونها خیلی اهمیت داره. یعنی سازمان‌های موفق سازمان‌هایی هستن که به طور مستمر در رابطه با توسعه و گسترش توانمندی‌های کارکنان خودشون برنامه‌ریزی می‌کنن، بودجه اختصاص می‌دن و هدف‌گذاری می‌کنن که اینا رو به چه درصدی از رشد برسونن و تمام سیستم‌های منابع انسانی رو به دقیق برنامه‌ریزی کنن. یکی دیگه به شرایط فرمودن جامعه. این ارزش تحت عنوان مسئولیت های اجتماعی مطرح است، تحت عنوان کورپوریت سوشال ریسپانسیبیلیتی، مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی. سازمان ها علاوه بر بحث ارزش ها، بحث مشتری محوری و بحث کارکنان، یک ارزش دیگری هم در رابطه وجود داره. جامعه کیا هستن به نظر شما؟ بله؟ خانواده کارکنان با من جامعه هم؟ پرستیو بوده دیگه جاست. همین مرغوزه. آموزش پرورش. ببینید که سوال از همسایگانتون شروع میشه، میتونید بره با خود به زمین. این آقای بیلگیتس در بیلان کالج امسال استعفا کرده است. اون دیگه هم که بیمار خواست آخون رفتی و پروژه تعریف کرده به همون جهاز دنیا داره با ضرب خودش و یه تریه ایشون داره با خانوشون داره اداره میکنه یه 560 میلیارد دلار هم بودجه گذاشته سرد کارهای آرام مغزه هر اون هم بیزینس یاد اون نره سازمان ها بانگاهی خیلیه نیستن، ولی نگاه سازمان های متعال اینه که یک نگاه وین وین داشته باشن، یک نگاهی داشته باشن که خیرشون هم به جامعه برسه، نه تنها آسیب نزنن، نه تنها در اینقدر جامعه رو دچار مشکل و بحران نکنن، نه تنها اذیت و آزار نرسونن به جامعه، بلکه باری هم از دوش جامعه بردارن، یه جورایی کمک کنن، یه جورایی توسعه بدن، بخش‌های مختلف مرتبط به خودشون بدن. حالا از همسایه شروع میشه، شامل اذیت و آزار اونها که به هر حال آلاینده ها بوده، بعضی موقع این قدرهایی که میاد، بعضی موقع این سرستایی که کمپانی داره، آلاینده هایی داره. سازمان شما در این زمینه فکر کرده؟ کاری کرده؟ بله. بازلا. یعنی یه جورایی داره از آلودگی آب و خاک محیط داره جلوگیری می‌کنه. خیلی از سازمان‌ها هستن که کاری که دارن انجام میدن که سال‌ها اطراف خاک کل و منطقه رو آلوده می‌کنن. حالا به شکل‌های مختلف مواد شیمیایی که به هر حال طی سال‌ها وارد زمین میشه و وارد اون سفره‌های آب‌های زیرزمینی میشه، همه رو آلوده می‌کنه. لذا سازمان شما دیگه از طریق این تصفیه جلوگیری می‌کنه از آلایندگی. دیگه چی؟ دیگه چه کمکی کرده سازمان؟ فضای سبز. توسعه فضای سبز به هر حال با این وضعیتی که ما الان می‌بینیم، آلودگی که در مخصوصا در سطح شهر وجود داره و یه جورایی خود شما هم برای با تولید خودرو و فروش خودرو یه مقدار که تشدید کنی، اینجا تاکید بر توسعه فضای سبز می‌تونه یه مقدار بار به صدا چیزو کمتر کنه. کاهش سئودو رو کاهش سئودو
بله بله بازی کردیم. خیلی ما گرمتاب رو آوردیم برای سیستم میتواز. بله بله بله. اینا همه موارد و مصادیقی است از توجه مسئولیت اجتماعی. حالا از همکاری با دانشگاه و توجه به اونها، پروژه های مشترک، سرمایه‌گذاری در اونجا شروع میشه، کار خیریه و عام منفعه شروع میشه، تا بحث های زیست محیطی و تا بحث های ها مرتبط با عرض کنم که بحث های ورزشی و بحث های بهداشتی و فرهنگی و همه اینا رو در ابعاد مختلف میتونه پوشش بده. بنابراین یه جورای بهترین تعریفی که از جامعه میشه بهش میگن فیوچر کاستمرز، یعنی مشتریان آتی. یه جورای اونها آینده جز مشتریان ما خواهند بود، ولی الان مشتریان سازمان ما نیستن. خب دیگه غیر از اینا بله بله فرایندها، مدیریت بر مبنای فرایندها و واقعیت‌ها. سازمان‌های موفق، سازمان‌های متعالی، سازمان هستن که فرآیندها رو خوب تعریف می‌کنن. حالا ارزمان این که تدوین کنن، تعریف می‌کنن، defined process، defined procedures. یعنی پروسیجر رو تعریف و فرآیندها رو تعریف می‌کنن. حالا بعداً می‌تونن تدوینم بکنن، ولی الزامی نیست این بحث تعالی. فرآیندهای تعریف شده خیلی مهمه. مدیریت بر مبنای فرآیند به جای مدیریت بر مبنای فعالیت خیلی اهمیت داره. مدیریت بر مبنای واقعیت به جای مدیریت بر مبنای ذهنیت خیلی تفاوت داره. سازمان موفق، سازمان متعالی، سازمانی هستن که در حقیقت دنبال فکت و فیگرند. برای تصمیم گیری فکت و فیگر رو میزشونه. ذهنیت در حقیقت بر اون تصمیم گیری بر مدیریت غالب نیست. این ویژگی سازمان های متعالیه. حالا میاد اندازه‌گیری میشه تو سازمان. به چقدر؟ ما با چه معیاری اندازه‌گیری میکنیم؟ کسی میتونه بگه در مدل با کدوم معیار؟ چون من نه با کدوم معیار؟ نه کدوم معیار؟ پنج معیار فرایندها. ما یه معیاری داریم به نام فرایندها که شاید یکی از مهمترین در واقع رو بخشای چیز هست، مدل هست. 140 امتیاز به این اختصاص داده شده. فرایندها تو حوزه تمام شما وجود داره. فرایند آموزش، فرایند مرتبط با خرید، فرایند فروش، فرایند خدمات دست فروش، فرایند تولید، فرایند مهندسی، فرایند نگهداری و تعمیرات، تمام اینا شما اینا رو در قالب استانداردهای مختلف اینا تعریف کردیم و در قالب استانداردهای مختلف مستند کردیم، تعریف کردیم و در حقیقت در سازمانتون اینا رو الان جاری داریم. لذا میخوام خواهش کنم به این نکته دوستان توجه کنن که ارزش مدیریت بر مبنای فرآیندها و واقعیت‌ها اینقدر مهمه که 140 امتیاز، 140 امتیاز به این موضوع اختصاص داده شده. خب ببخشید من یک لحظه مقدار مستندتر با هم شما نگاه تحصیلی هم داشته باشیم. نمیخوام خیلی ساختاری یافته و کلاسیک باشه چون شما این چیزا رو زیاد شنیدین و نمیخوام موجب خستگی شما بشم. فقط تأکید دارم روی یکی دو تا اصلاح که مقدمه کارمون هست و هدف هم اینه که بتونیم خیلی خوب استفاده کنیم از این زمان. خیلی میانبار و به قول معروف شورتکات. پارس خودرو رو اینجا ببینیم. خیلیم پارس خودرو. خب. بخشه. عرض کنم من میخواستم این ارزش ها رو داریم هم دیگه نگاهی میکنیم، بعد مدل رو بگم و بعد هم خب پس هم که ملاحظه فرمودی آیتم اول مشتری مداری بود که وقت اندازه‌گیری میشه در مدل، بعد مدیریت بر مبنای فرآیندها که رسیدیم اونجا به چهارمی. بعد یکی دیگه از ارزش‌های خیلی خیلی مهم یادگیری و نوآوریه. Learning, innovation خیلی اهمیت داره و کل واحدها واسه ما مصادیق براش داشته باشیم. همه واحدها رو نشون بدن که Learning چگونه داره اتفاق میفته. این کانتینوال ایمپروومنت چگونه شکل گرفته. هر کسی باید یه اوییدنس‌هایی برای خودش داشته باشه. همونطور که برای بقیه هم باید داشته باشه. تمام واحدها رو نشون بدن برای مشتری چی کار کردن. حوزه مشتری چیزی نیست که ما بگیم آقا فقط به تولید و کیفیت برمیده، به مالی هم مرتبطه.
به واحد مرحله انسانی مرتبط. مرحله انسانی باید بگه برای رزرو مشتریان چه آموزش‌هایی رو فراهم کرده. همه واحدها یه جورایی اون لینکن. یه جورایی ما فرایند مشتری رو تو سازمان ببینیم. یا بگیم آقا مشتری رو از خدمات بازفروش بپرس. ما خبر نداریم. یه جورایی جای خودمون رو تاثیر خودمون تو این ارزش باید ببینیم و مصادیقی براش داشته باشیم که بگیم ما به این ارزش چگونه بها دادیم. همینطور برای توسعه کارکنان باید مصادیقی داشته باشیم ما چگونه نقش خودمون ایفا کردیم تو این فرایند. اگه بگیم آقا ما اصلا اطلاع نداریم تو حوزه منابع انسانیه و ما تمام اطلاعات اونجاست، خب یعنی یه جوری مسئولیت خودمون رو داریم ازش گذر میکنیم. ما باید بگیم چه برنامه برای توسعه کارکنان داریم. من مدیر تولید، من مدیر مهندسی. بعد رهبری انسان در اهداف، باز فصل مشترک همه بخش‌هاست. بحث رهبری، بحث عرض کنم که لیدرشپ که در قدیه مدار تکامل یافته مبودی مدیریت هست، در بحث تعالیم، تحقیقی لیدرشپ هست که با یک ویژگی‌های خاصی مدیران میتونن نقش رهبری رو داشته باشن و این ویژگی‌های خاصی رو اون جنبه انسانی سازمان رو باید مد نظر قرار بدن تا ما بتونیم بگیم صفت لیدر رو به اونا اطلاق کنیم. مقوله است که به همه واحدها مرتبطه. مقوله است که به تمام سطوح رهبری سازمان مرتبطه، هم در افق هم در عمود سازمان، تا جایی که در سطح سوپروایزرها، سطح فورمنها، تا جایی که یک نفر داره یکی دیگر رو اداره میکنه، اون صفت رهبر بتونه بهش اطلاق بشه. مفهوم لیدرشپ اینه، اینجوری اندازه‌گیری میشه. فقط مدیر عامل و هیئت مدیره نیست، تمام بخش‌های مختلف سازمان میتونن به عنوان یعنی کسانی که غیر از خودشون مسئولیت اداره کسی دارن به عنوان لیدر میتونن در واقع ارزیابی بشن. لذا یک ارزش اینه که ما صفت رهبری رو توسعه بدیم. یه جایی برسیم که در واقع میگن everyone، در واقع میگن self directed people، یعنی آدمایی که خودشون رو اداره میکنن. من یه اظهارنامه رو برای سازمانی میخوندم، سازمان خارجی بود که این یه چیز بوده 16000 تا رهبر تعریف کرده بود. یعنی شما همه پرسنل اونجا یه جوری اون صفت رهبری رو دارن، یعنی خودشون دیگه خودشون رو دارن اداره میکنن. این سازمان های مچور و بالغ و تکامل یافته و متعالی. و همینطور اون اینتگریتی در اهداف که سازمان ها باید نشون بدن و هدفی رو که گذاشته، واحد تولید گذاشته، واحد منابع انسانی، فروش، خدمات، بازار فروش، این به کدوم استراتژی سازمان لینکه؟ کدوم استراتژی رو داره دنبال میکنه؟ کدوم هدف کلان سازمان رو داره تحقیق میکنه؟ اینا باید به همدیگه منسجم باشن، اینتگریت باشن، یک پارچه باشن. این خیلی مهمه. در اینجا یکی از مقولاتی هم که در اینجا مطرح هست و در مدل خیلی روش تاکیده این سوال، این آیتم به نظر شما در کدوم معیار مدل اندازه‌گیری میشه؟ کی میتونه بگه؟ رهبری، فقط در رهبری؟ بله، در دو معیار این آیتم اندازه‌گیری میشه. یکی در رهبری که 100 امتیاز براش در نظر گرفته شده و یکی در خط و مشی استراتژی که اونم به هر حال جداگانه امتیاز 80 رو داره. و مسئولیت اجتماعی هم که صحبت کردیم، تحقیق داشتیم روش، به هر حال سازمان موفق سازمان قابل فکر خودشو نیستن، انواع اقسام استانداردها هم برای مقوله وجود داره و نهایتا همه اینا به خاطر نتیجه است. یعنی اگه ما بگیم آقا این سیستما رو داریم، این کارا رو کردیم، این فرآیندها رو اینجوری تعریف کردیم، تمام اینا رو بگیم ولی بگیم نتیجه نداریم، سازمان ما رو به پایین، سود نداریم، تولید نداریم، فروش نداریم، یعنی سازمان موفق نیستیم، سازمان متعالی نیستیم. اینجا قید شد. سازمان متعالی سازمانی که در طی 3 سال پیوسته بتونه روند رو با شیب به اصطلاح مثبت اثبات کنه خودش رو. در گذشته شما از در این 5 سال بود. ولی این 5 سال خیلی اتفاق افتاد. بعضی سازمان‌ها ممکن مثلا تعطیل بشن، ورشکست بشن، بحران‌های تو دنیا رو با می‌گیره. خیلی سخته سازمان که 5 سال بتونه خودش رو همچنان با شیب رو مثبت در بیاره. سه سال. الان دیگه کف 3 سال. یعنی سازمان توی 3 سال پیوسته، نه مثلا 75 بعد 85 87 نه 84 5 6 7 اینجوری در یک بازه 4 ساله و در یک روند 3 ساله در بازه 4 ساله پس این شیب رو اثبات کنه، اثبات کنه که در تولید، در سود، در رضایت مشتری، در رضایت کارکنان، در سهم بازار، در نسبت‌های مالی مثبت چیز روند مثبت برای تک تک اینها، حالا انواع اقسام استاندارد مشتری، برای منابع انسانی،
نتایج کلیدی عمل کرد. حالا یه مقوله ما داریم به نام نتیجه نتایج که پنج باز بخوام که چهار در حقیقت معیار پوشش بده و این نتیجه گیری هم میتونیم بگیم اون چهار تا رو شامل بشه، هم میتونیم بگیم اون نتیجه کلیدی عمل کرده، چون به هر حال بحث نتیجه گیری خیلی اهمیت زیادی داره. نگاه کنیم این مدلی که شما همه دیدید قبلا، الان فقط بخواید نگاه کنید، نه معیار، دو تیکه معیار و ریزان، این پنجته این برای همون موتورهای محرک سازمان و پیش برنده های سازمان هم و برای اون توامنساز های سازمان هم این تکه این بر نتایج سازمان و این مدل یه بشکل خیلی زیبایی که داره میگه آنچه که میکاری باید اونو بتونی درو کنی، برداشت کنی تو مدل دیگه رو بودی این تفاوت داره و این میگه پنجا پنجا خیلی جالبه و بعد خیلی جالبتر رو بدونی که این پنجستا در این شرکت های ما در ایران فکر میکنی کدوم تیکه خرید کردیم ما. اصلا تو خود مدل از این نقطه کدوم فکر کنید سازمان ما بهتر بود؟ هست این کدوم؟ از این نقطه. جمع؟ برای اطلاع. چرا؟ تو برای اطلاع سازمان ما شما کار کردن شما اما اصلا سیستم های بیاره کردن. سیستم های مختلفی که دیگه از این. این سازمان های ما این چهار مونگایی که داله مانده نهازه میشیدن تو فرقه خوب بود. فکر بکنید از خونده این حالا دو تیکه توازه نتیش کجا ما بودیم که چیز داشتیم؟ یعنی کدوم تیکه رو بیشتر امتیاز رو داشتیم؟ از توازه سازه یا از نتایه چیز؟ هم توازه سازه. یعنی ما اینجوری بودیم همیشه. بهترین سازمان هم نمیدیم بودیم. بعضی نیمدن تندیس میگه اون سازمان صدا جامعه در نمید. امسال تمهید هم داشته میبایستی تفاوت این ها تو سطح تندیس بیش از 10% نباشه. دقت کردیم؟ یعنی نمیتونی سازمان یه برای بگیره 400 یه برای بگیره 50 بعد بگیره 400 بعد بگیره 50 همه داشته این که من بالا جالبه بگیره خیلی جالبه بگیره که در اروپا تقریبا این نقطاش یه خطه درصد که تبدیل میشه شاخص درصد با مقیاس درصد این نقطه تقریبا چی هست؟ البته نشون میدم یه خط. یعنی اگر تو حوزه رهبری 80% آورده تو حوزه مشتری 70%
اینجا نشده 80 اینجا بشه 20، اونجا نشده 60 اینجا بشه 15. یه جورایی این نقطه هم وقتی با مقیاس درصد پنجه میشه این خط آمان شده تقریبا، یعنی شده این رو متوازن روش شده تو سازمان و سرمان گذاری شده. ما نمیتونیم یه تیکه از سازمان رو ببریم جلوی تیکه رو کوتاه نگردیم، مثل یه آدمی که یه دست شده راست کنه باش کنه لایه پاشو بره بالا یه پاشو بعدی کنه که یا دستش رو چیز کنه اون آدم متعدد نیست کنه یعنی چه کار کنه یعنی دو دو مشکل ایجاد کنه برای از سازمان این وقت بیرون فریان سرمایه گذاری کنه به بقیه بخش های سازمان بی توجه باشه، جمع جبری این بازم پایین تر از اون حد اکثر فراینده چرا شو اثر بخش نبوده. و جالبتر اینه که از سال 88 باز یه چیزی که ما در کمیته علمی لحاظ کردیم برای این موضوع که تو حوزه فرایند، تو حوزه مشتری و نتایج کلیدی عمل کرد، اگه کسی خواست تو ساعت تندیس بیاد کف 45% باید بیاره از اینا، یعنی کف 45% 200 باید بیاره آقای منس میرارم تو اون برابط ما لحاظ کنم این لطفا باید بشکنید، نمیگه آقا ما اینجا قوی ترین تو برو ما حواته داریم من جبرانت میکنم، ما با فرایند تو پوششش میدیم، نه باید کف 45% تو حوزه نتایج کلی عمل کرد بیاره. نمیتونه سازمانی ما براش دست بزنیم هورا بکشیم ولی در حال از دست دادن بازار باشه، جامعه ازش ناراضی باشه، مشتری فقط داشته باشه، کارکنان راضی باشن، تامین کننده رفتن شکایت میکنن از این سازمان نمیتونه باشه. تو جایی که شب اینجوری نباشه اتوماتیک اینجوری هست، یعنی جایی که رقابتی رو فرآیندها رو سامان میدی کارکنان تو یه جورایی نتایج هم ما معمولا توی این قسم مشکل داریم، ما معمولا تو حوزه نتایج لذا یک جورایی این مدل داره تلاش میکنه سازمان ها رو وادار کنه و وابه داره که اینا برن به نتیجه فکر کنن به صرف اینکه سیستم بیاده کردن. هنوز میدونید دیگه 14-15 هزار بنگاه اقتصادی در ایران سرتیفای شده بر اساس ایزو 9000، 7000 تاش گفتن دیگه ما نمیخوایم ریاست بشیم، اصلا ما نمیخوایم، برای ما درد سر شد، آیا اصلا نمیخوایم، بزن همون کار خودم دوره 3 ساله کسی میگه آقا میگه نمیخوایم. چرا؟ چون آنچه که آوردن تو عمل وجود نداره، تو عمل اون سیستم کار نکرده که نتیجه بده، فقط همون سرتیفیکیت رو گرفته، این ارزش چیز نداره که، اثر بخش نیست که، تا نه یا توی محیط، توی واقعیت و جاری نشه اثر بخش نخواهد. لذا این اثر بخشی رو از سال 88 خیلی روش تاکید شده. و جالبتر رو بدونید اونایی که میخوان تندیس سیمی بگیرن باید 55% این نه 45% 55% باید بیاره و امسال 10% روابط این دوتا. اینا یه جورایی داره سازمان ها رو وادار میکنه که فقط یه تیکایی رو تقویت نکنن، بازو رو تقویت کنن، مغز ضعیف رو بودن، چشم رو تقویت کنن، نمیدونم پا ضعیف رو بودن، همین اعضا موزون. این مدل تاکیدش بر رشد متعادله، کما که شما می‌بینید خانواده‌ها، فرزندان، آدمایی هم که موضوع رشد می‌کنن، اینا موفق‌ترن. به تمام ابعاد توجه دارن، اینا موفق‌ترن، استیبل‌ترن. خب، برمان یادمون نره که این 1200 اینجوری ما یه تغییرات اینجوری داشتیم و در سال اندام این تاکید میشه، امسال هم یادمون باشه شما که مده یه تندیس هستیم نباید بیش از 10% اختلاف داشته باشه. ببینید نتایج رو تمام حساب. خب، دوستان عزیز، همونطور گفته شد، من خواهشم اینه که هر کسی الان حوزه خودش رو باید بدونه کجاست و در حقیقت در این مدل جایگاهش کجاست. باز یادآور میشم تک تک این معیارها، اینا میگن معیار کرایتریا، تک تک اینها یکی یا دو تا از اون ارزش‌ها رو اندازه‌گیری می‌کنه و در قالب یه عدد به ما میگه ما کجاییم. الان این صفحه اینجا هزاره شرکت پارس خودرو تارگت گذاشته 350، یعنی یک سوم این امتیاز رو میاد، چالشیست، تلاش زیادی رو میخواد، اظهارنامه خوبی تدارک شده، اظهار کردیم که ما این کارا رو انجام میدیم، ولی آیه منصور علی عزیز این تنها 30-40% ماجراست، اینجا 60% برمیگرده به اون فعالیتی که ما در عمل میخوایم نشون بدیم تو سازمان جایگاه کجاست، تو عمل اثبات کنیم و نشون بدیم و با مصادیق و با ارائه شواهد نشون بدیم که